Biden. This is the medal that the president gave to me to give to Brother Actor John for the positive images of I enjoy seeing people in good health. And to see the women, I mean, if it was up to me, I would love to design a gymnasium just for women. ما در سال روان تانستیم در حدود تقریبا 100 مدال از رویدادهای بیرون مرزی به سطح بازی‌های آسیایی المپیک. او وقت است که ما نشان انگشت مرحوم محمد علی را بروی لاجورد افغانستان میگیرم. این ارزش ما را به سعودی عربیا بردیم، به ریاض، به قطر، به دبی، به واشنگتن. خودم شخصا به سال 2013 که افغانستان قهرمان شد پیشتر عرض کردم، ما تصمیم گرفتم که یک استادیوم چون نداریم به سبب المپیک به افغانستان اعمار شد. ما سرزمین کار کردیم تا بالا و اینمی فعالیت های خود ادامه دادیم. اختیار مانده زمین به منظور اعمار امی استیدیوم برنامه پیروزی در این نظر گرفته شده و در تمام مسائل هایی که در هنجا ضرورت هست از لحاظ من جای رهایشی، توریست هایی که در تشریف میارن و در خود از استیدیوم همه مسائل، همه موضوعات که به حساب ورزش هست در هنجا در گرفته. د فوټبال مثال به تاسو درکم چې اوس زموږ ولس کلن مکو ته اته ګوله ورکوي او فلیپین ته نه ګوله ورکوي، همداسې کمبوډیا ته درې ګوله ورکوي، همداسې زموږ تکواندو اسلام آباد ته در شو کشورو کې اول راځي. رحمان رحیم، عرض سلام خدمت تمامی شما هموطنان عزیز، آرزو دارم که جور صحتمند باشین. باز هم در خدمت شما قرار گرفتیم. امروز آمدیم به چمن حضوری استودیوم ورزشی و قسمی که به مطلع داده شده دقیقا یکی از خانم های خارجی به نام خلیله و یکی از آقایان همچنان اینجا حضور پیدا کردن و پلان گرفتن که بخی یک قسمت از کابل که دقیقا ما نمیفهم کدام موقعیت هستم یک استودیوم ورزشی، با وجود که استودیوم ورزشی میسازن بعض چیزهای دیگه مانند شهرک همچنان زیر نظر گرفته شده. ما هم صحبت می داشته باشم درباره پلان هایشان که اینا چی پلان دارن و امروز کیها وارد افغانستان شدن و میرم این رقم صحبت می داشته باشم. شما بیننده باشین و مرا تنها نگذارید. در ادامه برنامه هستیم، صحبت های می داشته باشیم، درباره فعالیت های خودشان ازشان صحبت می داشته باشیم. سلام، وقت شما بخیر. سلام برای شما، تشکر از سلامت، زنده باشین. توجه شما بخیر باشین، زنده باشین. می خواهیم درباره فعالیت ها یا پلان امروزتان کوتاه بر ما معلومات بدید. فعالیت هایی که ما دارم؟ بله، امروز البته پلان که امروز داریم. ما به خاطر ورزش افغانستان، خودم شخصا به سال 2013 که افغانستان قهرمان شد پیشتر عرض کردم، ما تصمیم گرفتم که یک استادیوم چون نداریم به سبب المپیک به افغانستان اعمار شد. ما سرزمین کار کردیم تا بالا و اینمی فعالیت های خود ادامه دادیم و نام خدا ماشاءالله. خب این استودیوم که فکر کنم یک زمین را زیر نظر گرفتین که یک استودیوم ساخته شود، درست است؟ دقیقاً این زمین چند جریب خواهد بود و در کجا موقع خواهد داشت؟ این زمین برادر عزیز ما جناب سردار سویج تشریف داشتن، 550 جریب زمین در اختیار از استودیوم داریم که اینا دادن و ما او را به اساس نیازمندی ها استفاده میکنیم بر استادیوم. آیا تنها استادیوم ساخته خواهد شد؟ در پالوی استادیوم بسیار چیزهای دیگه هم هست. بله. در کدام قسمت از کابل؟ این به منطقه تاج بیگ است که جناب سردار صاحب کس هستند که اینا هم 550 جریب زمین در اختیار مانده. زمین به منظور اعمار امی استادیوم برنامه پیروزی در نظر گرفته شده و در تمام مسائل هایی که در هنجا ضرورت هست از لحاظ من
جای رهایشی، توریست هایی که تشریف میارن و در خود از استیدوم همه مسائل، همه موضوعاتی که به حساب ورزش هست در اونجا در جای بجای میارن. تطبیق پلان چه زمان خواهد؟ انشاءالله بخیر به زودی باز بخیر با تفاهم خود وزارت شهرسازی کنه که کارها رو پیش میبریم. او که مشکل ما در اوی هستن. اگر بر ما بگوین که حامیش کی است؟ حامیش؟ ما کسی هستم که بنیانگذار و بنیاد کل ازیر از امو سال 2013 که در خدمت شما استاد هستم عطا امین هستم. شکر که شما هستین. و میشه فقط یک سوال کوتاه، همکاری ارگان های دولتی با شما چگونه بوده؟ والا در این سفر که آمدیم به اندازه به نهایت خوب، بسیار دلپسند و ما اینمی انرژی را که شما میبینین از برادرای خود که در اینجا هستن یافتیم. بسیار تشکر. شما تشکر باشید. از شما خوارای خود شما را میخواهیم که البته خوارای خودم میخواهیم در پولی ما یک جای باشن با ما. بسیار شما را آرزو داریم در پولی ما باشید. بسیار تشکر. دوستان شما بینیده برنامه ماستین از استودیوم ورزشی چمن حضوری و پلان هایی که امروز گرفته شده، میخواین یک استودیوم در پولی های استودیوم بعض چیزهای دیگه همچنان ساخته شد. دوستان در ادامه برنامه استیم صحبت های بیشتر درباره ورزش افغانستان از خود مسئول پرسان میکنیم. سلام، وقت شما بخیر. تشکر دخترم، بفرمایید. میشه اگر کوتاه بر ما درباره خود و فعالیت های خود معلومات بدین؟ جناب دادمهد پاینده اختری، رئیس امور کمیته المپیک کشور. بسیار عالی. خب رئیس صاحب، دقیقاً ورزش افغانستان شما چگونه ارزیابی میکنید؟ الحمدلله ورزش افغانستان ما موی خود در ورزش سفید کردیم. این دستاورد ما، افتخارات ما، نظر به مشکلات های موجوده که فعلا متوجه جامعه ورزشی کشور است، این دستاورد ما، فعالیت های ما، نظر به مشکلات های ما، نظر به امکانات ما به صد مراتب الحمدلله بهتر و خوبتر است. ما در سال روان تانستیم در حدود تقریبا 100 مدال از رویدادهای بیرون مرزی به سطح بازی های آسیایی المپیک ما دستاوردهای خود داشته باشیم که در تاریخ ورزش در حقیقت ای بی‌نظیر است. نام خدا ماشاءالله. واقعا ما شاهد هستیم که جوانای ما بالخصوص در قسمت ورزش با استعداد هستند. ما شاهد بودیم گذشته ها که با کشورهای مختلف مسابقات داشتند. حالا از حالا بر ما بگوین مسابقات آیا با کشورهای مختلف دارن؟ ما خدمت دان عرض کردم در سال روان ما تقریبا در حدود 100 مدال از رویدادهای بیرون مرزی خدمت دان عرض کردم که نمی رقابت های بین المللی و جهانی است که بالاترین یا بارزشترین مدال های ما 5 مدال بازی آسیایی بود که 4 سال در 4 سال که از در کشور چین دایر شد، از اون ما 5 مدال داشتیم و در این قسمت جا داره که از جامعه جهانی ورزش آیسی و شرکایشان هم سپاسگزاری کنم که ورزشکارای ما را سپورت کردن و همکاری کردن. آیا افغانستان همچنان میزبان و ورزشکارا است؟ شما بهتر میفهمین که میزبانی گپ ساده نیست، اما در آینده امیدوار هستیم. چرا نه؟ جوینده یابنده است. در آینده امیدوار هستیم که ما بتانیم به کمک دستندرکاران جامعه ورزشی، به کمک همکاری همه جانبه امارات اسلامی افغانستان و به کمک همکاری و امیدواری که از جامعه جهانی ورزش داریم، ما امیدوار هستیم که ما بتانیم که میزبان شیم به سطح بالا. اما به سطح پایین در اکثرت زیاد رشته میزبانی الحمدلله تعمیل حضا کردیم. انشاءالله بسیار خوب میشه که همچنان میزبان باشیم. خب امروز پلان گرفته شده که یک استیدیوم ساخته شده، آیا چقدر اثر مثبت داره در قسمت بخش ورزش؟ این یک گام بسیار مثبت است. خدا کنه که هی عملی شود که در حد یک تصمیم نهایی ابتدایی یا یک گفتار نباشه. اگر این عملی شود هموطنان ما که در بیرون هست امکاناتی که دارن احساسشون قابل قدر از جادر ازشون تشکری و سپاسگزاری کنم. خب ما امیدوار هستم که جامعه عمل بپوش. اگر عملا این صورت بگیره واقعا گام بسیار نیک هستی که میگن در 550 جریب ما یک استدوم جور میکنیم.
در افغانستان شاید که در آسیا یک چیز بی‌نظیر باشه به او نقشه و به او برنامه که اونا دارن که میگه میکنیم خدا توان بتشان که عملی شود. خدا مهربان است. پیام شما به ورزشکارا بالخصوص ورزشکارای افغانستان چی میباشه؟ پیام در مجموع بر جوانایی است که ورزش بکنن، چرا که بزرگا گفتن عقل سلیم در بدن سالم است. این از آدرس ورزش اگه میتونه که یک جوان ما در آینده خوب مامور، خوب مدیر، خوب وزیر و مزار خدمت در آدرس های مختلف، چی آدرس سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، میتونه که خوب بدرخ شود در اهداف سالم خود برسه. بسیار تشکر از اینکه بر ما وقت دادین، دوستای عزیز. شما صحبت های رئیس صاحب شنیدیم که نام خدا دیگه جوانای ما بالخصوص در قسمت ورزش استعدادهای بالای برخوردار هستند. Afghanistan and the history of Afghanistan, and by him bringing me here, he's traveling all over America saying positive things about Afghanistan. And by me knowing that, I took it upon myself to nominate him for the Presidential Lifetime Achievement Award from the President of the United States. Biden. This is the medal that the president gave to me to give to Brother Hector John for the positive images of the Presidential Lifetime Achievement Award. And exposing Afghanistan in a positive way. نام ما حافظ احمد جان زدران است، معاون تربیت بدنی و مسلکی اداره ورزش. بسیار عالی. خب ورزش افغانستان چگونه است فعلا؟ مننه. زموږ د افغانستان د تربیت بدنی او د اولمپیک د ملي کمیټه لکه چې د درې کال کې کوم تحول چې راغلی دی، زه د درې کالو تحول دې نتیجه به زه تاسو ته وښیم چې اول کال زموږ 14 مډلونه وو د نړیوال نو نه، او دوهم کال زموږ 24 وو. همداسې زموږ سخ کال زموږ مډلونه چې دي تعداد 92 ته رسیدلی دی. نو زموږ فعالیتونه د هر کال په نسبت باندې پرمختګ کوي چې زموږ زه همدا اوس درته ووایم چې زموږ د ملي لوبډلې په خارج کې دي، لکه د فوټبال مثال به زه تاسو درکړم چې اوس زموږ 18 کلن مکو ته 8 ګوله ورکوي، او فلیپین ته 9 ګوله ورکوي، همداسې کمبوډیا ته 3 ګوله ورکوي، همداسې زموږ تکواندوز اسلام آباد ته درشو کشورو کې اول راځي، همداسې د چین اولمپیکي ګیم ته ځي، هلته نه مډلونه راوړي، مهم مډلونه راوړي، همداسې زموږ بسکدرنی زی، همداسې زموږ نور رشتې زی په نور هیوادونو ته. همزه زه نن تاسو ته ویلی شم چې موږ په د درې ورځو کې د څو رشتو لوبډلې خارج هیوادونو ته ځي، افغانستان نمایندګي کوي، او افغانستان ته افتخارات راوړي، او د افغانستان ورزش تر بل وخت نه اوس ډېر پرمختګ روان دی. زموږ انتخابي سیالۍ روانې دي. اوس زه درته ویلی شم زموږ د مختلفو ولایتونو د انتخابي سیالۍ د بوکس روانې دي. دې نه مخکې اشاره کراته هغه هم وشوه، همداسې بسکټبال او د پسې پهلواني، یعنی د مختلفو رشتو همداسې په ولایتونو کې، همداسې په ولسوالیو کې زموږ ډېر ورزش ډېر پرمختګ کړی دی الحمدلله. آیا ورزش حمایت مالی از طرف کشورهای خارجي داره؟ بله، زموږ د اداري ورزش چې کومه بودجه ده هغه د خپلو ورزشکارانو په حمایت کې ده. همداسې د افغانستان اسلامي امارت رهبري او مقام هم زموږ د ورزشکارانو سره حمایت کوي. له دې لاسته راوړنو سره نور هیوادونه هم زموږ د ورزش ته توجه راوړده، لکه د قطر هیواد چې دوی هم اوس د افغانستان د ورزش ادارې سره د تفاهمنامې یا د توافقنامې خواست کړی دی. موږ هغې ته هم چمتووالی نیولی دی. نو انشاءالله ورو ورو څنګه زموږ د ستوردونه زیاتېږي، څنګه زموږ ورزش پرمختګ کوي، زموږ د افغانستان ورزش ته به د نورو هیوادونو توجه هم حاصلېږي انشاءالله. کدام مشکلاتی در بخش ورزش موجود است که باید بهش رسیدگی صورت بگیره؟ نه، هیڅ مشکل نشته. هر څه په امن په فضا کې روان دي، هیڅ قسم مشکل نشته الحمدلله. موږ ټول د ورزش اداره د ورزشکارانو په خدمت کې یو. Seeing people in good health and to see the women
I mean, if it was up to me, I would love to design a gymnasium just for women, you know, so they can stay in good health. So the women stay in good shape for their husbands and look nice and everything. And it's very healthy for women to participate in exercise and things like that. I would like to see that, so the women can keep in good health. You know, because some women like, there are certain women that love athletics. There are some women that does different, like I did martial arts, you know, for protecting myself in case I've been invaded, but with danger, because always, there's not always a husband with them, you know. They have to protect their children and everything. But there are only certain women that will pick sports. All women won't participate. They like to, you know, to stay at home or be with their children. But I feel that if a woman has a choice and they have the ambition to be in some kind of sports that's decent for them, I'd like to see that. And most importantly, I'd like to see most women in good health. A lot of times the women just let themselves go and then don't stay healthy. They're overeat, you know, things like that. I like to see that. وی البته اما وقت است که ما نشانه انگشت مرحوم محمد علی را برای لاجورد افغانستان میگیرم. این ارزش ما ایرا به سعودی عربیا بردیم، به ریاض، به قطر، به دبی، به واشنگتن و ایرا میخواهیم که امین لاجورد ما را در سر تا سر جهان. البته منظرت میخواهم سوالتان میایم پس بیشتر امین مدالایی که برای ورزشکارا داده میشه ما پلان دارم که دهی لاجورد افغانستان کار شود و به المپیک و فیفا معرفی شود که در تمام بشای ورزشی ای امرای کپای که داده میشه لاجورد افغانستان اضافه شود که ما بتوانیم لاجورد خود در تمام دنیا برسانیم. دیگه ما این چیزای دیره ترتیب کردیم. اما چیزها را این استادیوم با خود داره. و البته سر از این دیگه باز ما کار میکنم که از تمام مهندسین که از تمام انجینیرای ما، از تمام کسایی که هست تقاضا میکنم که در پولی ما استاد شوند تا ما ایرا بهترتر و خوبتر یک امتو که افغانستان در جهان بی نظیر است و یک دونه کشور با تاریخ بی نظیر است و امروز یک مملکت که اتا به رسمیت شناخته نشده همی افغانهای عزیز ما، همی برادرهای ما، همی مملکت با تمام خوبیش اداره میکنن. این یک چیز بسیار متفاوت و مقبول است با جهان. ما میخواهیم که این استادیوم این همی رقم مقبول در بین جهان استاد شما بخیر و از تمام اگه ما آرزو دارم افغان ها که هر کس به هر سویه اونا استعداد دارن به این گیر و اضافه کنن. نخست از شما تشکری میکنم، از میمان عالی شما امروز که برای دوستای میمان های ما شما فراهم شد. ما شخصا 40 سال بعد ما در کشورم بنابر خدمت از شهر جنینی وارد شد. فقط هدف ما از خدمت است. ما عضو خانواده سلطنتی هستم. بنابر اهدافی که ما قبلا داشتیم در کشور خود، خدمات را که ما انجام دادیم و ضرورت نیست که مثلا دو تماس بگیریم برای شما، اما مردم افغانستان ما هست. تا شهادت اعضای فامیل ما سردار محمد شهید داوود خان و تمامی اعضای فامیل خود به خاطر دفاع از وطن جانهای شیرین و قدردوز دادن، ما هم حاضر هستیم که در دولت موجود خود که امروز استقلال، آزادی، عزت، عفت ما و به خصوص تمامیت ارضی ما
در موجودیت این دولت حفظ از موارد کشور شد. من افتخار میکنم به موجودیت این قهرمانایی که در حدود بیشتر از 96,000 ما شهید به جا گذاشته به طول 20 سال. و امروز ما این دولت خدا در حالتش باید ما حفظ کنیم و یگانه شانس زندگی برای مردم افغانستان است. ما قادر به این هستیم امروز در موجودیت می دولت خود که امروز از صفر ما شروع کردیم در بانک های ما هیچ چیزی نبود، امروز شکر همه چیز داریم. امروز عزت کردست ما رفته بود، آبروی ما پس دوباره به دست آوردیم. کشور ما حتی زن ازاد پیدا کرد، استقلال خود به دست آوردیم و بس هم مسائل دیگه که امروز ما حاکمیت داریم در سراسر کشور از لحاظ مسائل امنیتی، از لحاظ استخراج معادنه که زیر پای ما شما هست. امروز هر کس قادر به ای است که بتانه از معادن خود بره تجارت کنه، بزنس کنه، استفاده کنه. 47 سال و 47 سال به این طرف شما نشان بدین، من که در وزارت خارجه رفتم در طول 20 سال 12,600,000 افغانی از گمرکات آمده، شما فکر کنین خودتان او پولی دیگه کجا شد؟ امروز خوشبختانه شما برین وزارت مالی ما رو ببینین، همه بانکای ما امروز شکر غنی است، پول داریم و امروز ببینین که در برابر اسعار خارجی ما چقدر قادر هستیم. پول افغانی ما امروز در سطح آسیا بلندترین پول است. این افتخار برای تمام مردم افغانستان و خصوص امارات اسلامی است. من شخصا با اساس احساسی که محترم عطا امین و محترمه دکتر خلیله خانم محمد علی گلی قهرمان بوکس جهانی امروز اینا توانستن آمدن با یک ایدئولوژی مفکوره که از لحاظ اجتماعی اقتصادی نه سیاسی آمدن به منظور ایجاد و اعمار یک استادیوم جهانی به نام پیروزی، به نام پیروزی به نظر داریم که ما را اعمار کنیم. البته در قسمت قبل از اعمار از وزیر سبی شهرسازی وزارت عدلیه کشور ما رهبری از که مدیر از امرایشون صحبت کردم، در مجموع کل رهی اینا ولایت کابل در مجموع کل بر سا خورسند بدن و همکاری خدا در این زمین برای ما ابراز کرد. ما در موجودیت دولت امارات اسلامی هیچ گام به خود عقل نمیتیم که برداریم که تا موجودیت دولت امارات اسلامی ما بخصوص در قسمت اعمار این استادیوم المپیک ما نقش نداشته باشه. خاطر شما جمع باشه از لحاظ مسائل های اقتصادی امروز که ما همین زمینی که هست بیان این زمینه، بلکه دیگر کارهایی که ما سر پلان داریم به منظور آرامش مردم خود، به خاطر که ما بتانیم که برای همشهریای خود زمینی زندگی را فراهم بسازیم، یه اهداف ما اهداف دولت امارات اسلامی است. صحیح است که ما سلسله مشکلاتی داریم ولی کلش مرفوع میشه انشاءالله به خیر خوبی. امروز ما متحد هستیم و این موضوع مسئله تنها ما مشروعیت ملی خود دوستان عزیز یک چیز برتان ما میگم که در خارج کشور شما مشروعیت ملی تان حفظ است. این رو با واقعیت برتان عرض میکنم. در داخل کشور ما هم کل ما امروز مشروعیت ملی خود داریم. امروز شکر معدن دزدی نمیشه. سر آبرو عزت ما امروز تعرض صورت نمیگیره. سر استقلال ما امروز تعرض صورت نمیگیره. پس ما شما مشروعیت خود داریم. به اصطلاح کاکای شهید داود خان. این زمین موقعیتش شهر کابل است. تپه تاج بیگ موقعیت داره. و این زمینی که به ما به ارث مانده ما می خواهیم که همیره در مجموع تمام انساعات شد چی شهرک بسازیم، چی به حساب استیدیوم بسازیم و بخشای دیگه که هم در پلان را در نظر از گور ما می تانیم که بخیر با تفاهم دولت خود
به تفاهم دولت خود، به تفاهم شاروالی، به تفاهم وزارت شهرسازی و سایر ارگان‌های حقوقی و قضایی ما این کارش انجام بدیم پیش ببریم. ما امروز کار خودسرانه نمی کنیم، در موجودیت دولت خود هر کار رو پیش می‌بریم. تفاهم میکنیم، مذاکره میکنیم، راهای بهبود پیدا میکنیم. امروز شما دوستای عزیز خدا هیچ وقت ما کم احساس نمیکنیم. شما بلین در خوشتیپه ما در روز افتتاحی زمان رفته بودم در اونجا. شما بلین امروز حاصلات از اونجا ما به دست میاریم. ما میخواییم که اونجا پروژه های بسیار عامل منفعه را در اونجا ایجاد کنیم. و سایر جای امروز به نفت دریای عمو استخراج میشه. شما دیگه هیچ کمبود به تیل ندارین که از کشورهای خارجی ما تیل بریم خریداری کنیم. امروز ما گاز در آینده خریداری نمی کنیم. اینمی رو شما ببینین عظمت اینمی نیرومندی دولت هست که کلی در مجموع شکر صادقانه کار میکنن. ما قربان شما هدف ما خدمت هست در اینجا. ما وجود خدا، خون خدا، فدای مردم خود میکنیم. مردم ما بسیار رنج دیده، مردم ما بسیار مشکلات دیدن. دی تقریبا 47 سال جنگ کلی در مجموع هنوز مشاهده کردن. جوانای خود از دست دادیم، پیرای خود از دست دادیم، خانه، جای زندگی، همه چیز خود از دست دادیم. ولی امروز همه چیز خود از دست دادیم، امروز همه چیز خود از دست شکر به دست خدا داریم. به ادامه سوال شما به خاطر ذکر اطمینان پیدا کنیم. ما در فعالیت اقتصادی افغانستان قبلا هم با اسناد معتبر خود در دست خود هستیم. ما فقط امروز خوشحال هستیم که چانس بازم شما با ما دادین که ما پس به کشور خود مصدر خدمت صادقانه فی سبیل الله به نام خدای پاک انجام بدیم. تشکر میکنیم از شما. اینا همش ما با اسناد اصیل خدمت شما اینجا هستیم. بله خپل بل سستای موږ دا ورته وایو چې لاجورد ته به ضرورت هم نه وي. موږ به خپل ځمکه تاسو ته په اختیار کې درکړو. د ورزش ادارې خپل ځمکه لري، موږ به تاسو ته په اختیار کې درکړو. موږ به تاسو سره حمایت هم کوو او کومه کمی پېښې وي موږ به درسره پوره کوو. تاسو سره مخته شئ، هلته که تاسو سټډیم جوړوئ او که د چا نام ورته انتخابوئ هم موږ انشاءالله تاسو سره همکاري کوو. لکه د محمد کلینو چې د ټول دنیا پر یو مشهوره چهره در مونده هر همه ایدوشتر چرا مدرده که اولش رو دیم بود رو حمایت کنید. بسیار تشکر از شما و در ذهن من این سفر سیوم است به یک فاصله کم. من حمایت کار خود از شهدای سالین یافتم، از مردم بیچاره که در مروی سرکاس از اونا یافتم. باز اونا یک مینار که برای من دادن که حال امو آرزو برآورده میشه. سفر دیگه کردم با جناب ایشان، البته با جناب وزیر صاحب شهرسازی جناب آقای نومانی صاحب من افتخار دیدار داشتم و اونا لطف کردن اینقدر به من اینا محبت کردن که خودشان مرا با موتر خود و ساحه کابل جدید بردن، نقشه را ماندن، گفتن اینی تمامش هست، تشکر، اید اختیارتون، هر جایی که شما میخواهید. و باز من همچنان برشان اید یادآور شدم راجع به ای اینا، لطف از اینا که باز اونا مهندسین خواهر روان کردن اونجا و اونا بر ما اطمینان دادن که اینجا همه چیزا درست است و ما بر شما تبریک میگیم که کارتان پیش ببرید و از شما ما ممنون هستیم. شما برادرتان هستیم، ما را مثل یک برادرتان فکر کنین. در سر خد تنیم خدا کنه که شما چیز نداشته باشین، اما ما یک برادر خاکسارشین، پاک پای کلتان هستم. فقط شانه به شانه من صفه خوش ندارم که تو پشت سر باشید، یک صفه واحد دست به دست مردانوار پیش میدیم، ما را رهنمایی کنید، ما شما را به خیر خوبی. ما جهان می خواهیم که اینا ایران بانه و دیگه ابتکارات افغان ها، افغان ها هم در داخل هم در بیرون حاضر آماده هستند کشور خود همه تعباد کنند و از این ارزش هایی که شما دادین این امایه و جهان ارتباط کامل. دوستای عزیز امروز آمدیم به
چمن حضوری جایی که جای ورزشکارا هسته و خوشخبریه که حالا دیگه تصمیم گرفته شده که یک استادیوم ورزشی در خود شهر کابل، تنها البته استادیوم نه بلکه بعضی چیزهای دیگه مانند حتی شهرک ساخته خواهد شد و امیدوار هستیم که در قسمت یا بخش و ورزش همچنان رسیدگی های زیاد صورت بگیره که نام خود دیگه جوانای ما زیاد با استعداد هستند و ما شاهد هستیم که افتخارات بر ما از کشورهای مختلف وارد افغانستان ساختن. همیشه کوشش میکنیم، تلاش میکنیم بهترین ها را تقدیم شما کنیم. شما همچنان ما را تنها نگذارین، لایک کنین، سابسکرایب کنین و نظریات نیک بفرستین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.